به نام خدا و فرا خبر خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در این برنامه خواهید دید گره خوردن آینده ثبات اقتصادی افغانستان با مدیریت درست اوضاع سیاسی، برنامه های حکومت بر بهبود وضعیت اقتصادی چگونه است؟ بانک در 3 سال گذشته اقتصاد افغانستان بهبود یافته است، اما ترکیب از مشکلات خشکسالی‌ها، مشکلات انتخاباتی آینده و ناباوری‌های امنیتی به این معنی است که این وضعیت برای حکومت و بخش خصوصی چالش برانگیز خواهد بود. و خلاقیت‌های هنری یک مرد که عاشق کتاب است. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش 6 ماهه درباره اوضاع اقتصادی افغانستان از آسیب پذیر شدن ثبات اقتصاد افغانستان در صورت درست مدیریت نشدن اوضاع سیاسی و با خطر روبرو بودن آن از درآمدهای حکومت و مشکل بیکاری نگرانی و هشدار داده است. این نهاد همچنان بر بهبود مدیریت حکومت و جامعه جهانی برای مدیریت لازم کمک‌ها تاکید کرده است، اما با توجه به روبرو بودن حکومت با چالش‌های مثل خشکسالی‌ها، کاهش فعالیت‌های اقتصادی، بیکاری و فقر، چگونه ثبات اقتصادی مدیریت خواهد شد؟ آیا حکومت برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی دارد؟ مهمانان من در این بحث آقای حسیب موحد، معاون مسلکی اداره ملی احصایه و معلومات، و آقای صادقی زاده نیلی، عضو کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان هستند. مهمانان عزیز، در سلام بر شما سپاسگزاری میکنم از حضور شما در طولانی و آقای موحد، بحث با شما آغاز میکنیم. در آغاز ما میخواهیم که تعریف شما را از اقتصاد افغانستان داشته باشیم. اقتصاد افغانستان از دید شما چگونه است و چی تحلیل از شما ارائه میکنید؟ به نام خدای متعال، بر سلام خدمت شما، خدمت جناب ملی صاحب بینای عزیز تلویزیون طلوع. اساساً اقتصاد افغانستان واقعاً اقتصاد پیچیده است. اقتصاد است که بیشتر اگر ما روند تولید ناخالص داخلی را متوجه شویم، بیشتر به اقلیم وابسته است. اگر سالی که زیادتر بارندگی باشه، می‌بینیم که تولید ناخالص داخلی بالا میره و هرگاه خشکسالی‌ها باشه، حتی به رشد منفی می‌رسیم. تجارت افغانستان همیشه دارای یک کسری بسیار وسیع بوده که اکثراً بالاتر از 90% کسر بیلانس تجارت ما نشان میده. مسائل پولی، مسائل سکتور مالی در مجموع مشکلات بسیار جدی را اقتصاد افغانستان نه تنها امروز بلکه از سالهای زیاد داشته و این مستلزم یک کار بسیار پیگیر است و همچنان داشتن برنامه های بسیار عمیق استراتژیک تا بتونیم اقتصاد افغانستان از این حالتش حداقل در شرایط امروز این وضعیت برخواسته از چی ساخه موحد؟ خب اساساً اگر ما اقتصاد افغانستان در طول 40 سال یا 50 سال اخیر ما مطالعه بکنیم، هیچ زمانه شما در هیچ مقطع زمان شاید نباشند که افغانستان خودکفا بوده باشه و بدون از اینکه با کمک یکی از کشورهای خارجی یا بلاک شرق یا غرب بتونه با پای خود ساده باشه، بتونه که بیلانس تجارت حداقل متعادل داشته باشه، حداقل بتونه که پول افغانی را در دراز مدت ثابت نگه داشته باشه و یا هم بتونه که سطح فقر کاهش بده. یعنی این مجموعه این مشکلات اقتصادی افغانستان از امروز نیست، بلکه از سالهای بسیار قبل هم بوده. در شرایط امروز بیشتر از کدام بخش افغانستان اقتصاد آسیب پذیره؟ خب اگر ما باز هم مراجعه کنیم به ارقام، بیشتر میبینیم که سطح فقر واقعا تکان دهنده است. در آخرین ارقام را که ما سروی وضعیت زندگی در افغانستان داریم نشان میده که 54.5% مجموع مردم افغانستان زیر خط فقر است، که البته این از یک ولایت تا دیگه ولایت فرق میکنه و حتی شاید در بعض ولایت تا 70 و 80% هم برسه. واضح است که این مشکل بسیار جدی است. در عین زمان در سکتور استخدام مطالعه میکنیم که در حدود 24% بیکاری مطلق وجود داره، که هم یک رابطه مستقیم با فقر داره، میتونه که زیاد باعث فقر شوه و همچنان نه تنها بیکاری بلکه کمکاری هم یکی از معضله است که در افغانستان وجود داره، در حدود 16% هم است. در پالیوزو اقتصاد افغانستان در مجموع اگر ما مطالعه بکنیم اقتصاد پایدار نیست، یعنی بازار کار افغانستان بیشتر نامنظم است. یک روز اگر کار مثلا کسی می داشته باشه، بر روز دیگر این کار پایدار نیست. سپس کار اطفال وجود داره و همچنان اکثرا اقتصاد افغانستان اقتصاد غیر رسمی و اقتصاد غیر آقای نیلی، بین که تحلیل شما را در مورد نیمه سیر وضعیت اقتصادی افغانستان به ویژه در این 4 سال گذشته داشته باشیم، چگونه گذشته همین 4 سال از لحاظ اقتصادی بر افغانستان و مردم افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بار سلام خدمت شما و مهمان محترم شما، همچنان بینندگان برنامه و همکارای تکنیک شما. تشکر. ما فکر میکنیم که اقتصاد افغانستان مثل بقیه امورات کشور به مرحله مدرنیته خود یا مدرن نشده، یک اقتصاد متاسفانه سنتی هست. شما اگر ببینید اقتصاد افغانستان اقتصاد سنتی است، وابسته به امراتی است که هیچ گونه تغییری در وضعیتی از اونها مثبت تغییر مثبت به وجود نیامده. در این چهار سال اخیری که ما شما شاهد هستیم، انتخابات ریاست جمهوری چهار سال پیشتر مشکلات بسیار فراوان از نظر سیاسی و امنیتی در کشور ما شما فراهم کرد. در دیگر کشورها انتخابات باعث فصل ختام همه مشکلات و گرفتاری های کشور میشه. متاسفانه در افغانستان انتخابات ها باعث چالش و بروز جنجال های فراوان میشه. ما و شما شاهد ازی بودیم که حتی خطر ازی که کشور به یک درگیری داخلی یک بار دیگه بره، خطر ازی که به سوی تفرقه های بسیار عمیق ملی فرو بره، با این وضعیت مواجه بودیم. به هر حال در این روزای در این سالهای اخیر یک مقدار در دو سه سال اخیر یک مقدار وضعیت به سوی مثبت شدن، اون چیزی که گزارش ها میده وضعیت به سوی مثبت شدن میره. امیدوار هستیم که وضعیت ادامه پیدا کنه، ولی باز هم در فراروی کشور ما و شما جنجال های فراوان پیش روی ما شما هست. که گزارش هم که بانک جهانی به نشر سپرده گونه اشاره میکنه که با تطبیق اصلاحات و همچنان اعتماد دوباره مردم وضعیت در حال بهبود است. آقای نیلی، شما در مجلس ارزیابی تان نشان میده که وضعیت اقتصادی ما در حال بهبود باشه؟ ما اون چیزی که عملا میبینیم خیلی بهبودی کند است، خیلی قابل مشاهده نیست که ما و شما تغییر بسیار مثبت را با وضعیت کشور ببینیم. ببینید اقتصاد ما و شما با دو تا عامل بسیار بارزی وابستگی داره. یک، کمک‌های خارجی رو با کاهش است و ما شما شاهد ازی هستیم که چقدر این کمک‌ها سطحش پایین آمده. یکی وابستگی به درآمدهای داخلی است. درآمدهای داخلی هم با دو سه تا عامل عمده بسته است اقتصاد ما و شما، یکی در زراعت است و یکی در مالداری. این دو چیزی که از این دو اقتصاد افغانستان پایه و اساس تشکیل میده، با وضعیت خوش‌سالی، با وضعیت جنگ‌ها، با وضعیت ناامیدی‌های فراوانی که وجود داره، با وضعیت فرار سرمایه از کشور، در این عرصه هم تغییر مثبتی ندیدیم ما. ولی گزارش هایی میگه که مثلا تا 2.7% مثلا رشد اقتصادی داشته کشور در سال 2018. خدا کنه این گونه بوده باشه. عملا ما چیزی را که میبینیم متاسفانه اقتصاد ما و شما با او جایی با او مرحله برسه که همونطور که جناب استاد اشاره کرد که یک مرحله ثبات برسه، یک مرحله ثبات در کشور ما شاید بوده باشیم، نه، هر لحظه قابل تغییر است و سیال است. آقای نیلی، آقای معهد همچنان در این گزارش اشاره هم شده به من رشد واقعی تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی که میگه در سال 1394 پایین ترین سطح بودنی 1.5 بود، همین گونه در سال 95 2.3 میشه و به ترتیب هم در سال 96 2.7 میشه. این می ارقام به کشور مثل افغانستان با می وضعیت که داره یک رقم خوب است. شما چه ارزیابی میکنید؟ پیش از اینکه من سوال شما رو بگویم، ما گزارش را که بانک جهانی دیروز را کردن ما مطالعه کردم. متاسفانه گزارشی که باید توقع میره از بانک جهانی من حیث یک مؤسسه بسیار معتبر بین المللی به او شکل نیست. متاسفانه مشکلات بسیار بسیار جدی را داره که من پیش بینی است تمام یادداشت گرفتیم. من اساسا در سال 96 رشد ما 2.7 نه بلکه 7.2 است. رشد جی دی پی که خود همکارای بانک جهانی هم در او دخیل هستند، ما 7% رشد، یعنی بسیار یک رشد بلند را داشتیم. آقای ماهد، چگونه هم امکان داره که اگر در سال 94 1.5 باشه، نه، سال بعدی 2.3 شوه، باز در یک سال بعد این برسه به 7؟ ای کاش که یکی از نارم دعوت میکردین که ما امروشون بحث میکردیم. به خاطر اینکه ما پیشتر خدمت شما گفتم اگر سال قبلش ببینین -2 بود رشد ما، -2، یعنی من از چیزی که قبلا داشتیم ما کاملا پایین تر بود. از -2 از سال قبلش به 1.3 بالا میره، بالاخره به 2. و امسال چیزی که بسیار مهم است که زراعت در حدود تقریبا در حدود 16% رشد کرده است. تنها زراعت، ما پیشتر خدمت شما برز رساندم که اگر زمانی که برف و باران میشه، زمانی که او سالی که زیاد ما بارندگی داشته باشیم، میبینیم که سکتور زراعت بسیار رشد سریع میکنه. که اقتصاد افغانستان بسیار خوب قوی بسازه و رشدش بیشتر بسازه. پاسخ این پرسش از شما تا لحظات بعد خواهیم داشت. بینده عزیز، ادامه این بحث هم پس از میان برنامه ببینید.
باز هم خوش آمدید آقای معهد. چگونه میشه تنها با زراعتی که شما روش تاکید میکنین رشد ناخالص تولید ناخالص داخلی این برسه به 7% دوک شما شده؟ بله، رشد بسیار سریعی را که زراعت داشت شما ببینید در خود گزارش اگر ما کمی دقت بکنیم خود به خود برامون نشان میده. در صفحه 5 نوشته کردن اوپیوم پروداکشن است. بله. و این نشان داده که در حدود 80% رشد داره. این خودش در جمله یکی از اقلام زراعتی است. بساس تعریفه که تعریف ملی ساینتیفیک است که جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی مجموع اشیا و خدمات است که در یک زمان معین در یک اقتصاد تولید میشه. وقتی قدر رشد داشته باشه چگونه میتونه که سر جی دی پی تاثیرش کم باشه؟ چرا در آخر 2.7 اعلانش کرده؟ امیر ما سوال ما است اما در این گزارش منبع از ناد شما مس آقای ما مشکل جدی هم است. چندین جای مثلا در اینجا سرمایه وضعیت زندگی گفته شده در حالی که اینجا افغانی رو گفتن افغانی هیچ گاهی از خانوار از سرمایه خانوار به دست نمیاد از بانک در حالی که امون منبعش در بخشای نهاد احصایه ملی و معلومات باشه باز در اخیر هم با نتایج شما مخالفش باشین اینه می چی نشان میده؟ یکی از مشکلات جدی که اکثر کشورهای رو به انکشاف داره خصوصا کشور ما این است که اگر از یک نهاد مثل بانک جهانی یا IMF هر گزارشی که بشنوند بر اونها 100% قابل قبول است ولی از نهادهای داخلی که تمام منبع هم از اونها میگیرن قابل قبول نیست. مثلا ببینید که ما احصای رسمی است در هر کشور احصای نفوسش خود کشور شما وقتی که این گونه گزارش ها ساخته میشه موهنگ نمیشین. در اول شما اگر ببینید خود رئیس بانک جهانی نوشته کرده که میگه ما اینا به تمام نهاد روان کردیم در حالی که ما من حیث مسئول تا هیچ جایی برای ما ارسال نشده. سپاسگزارم. و یک چیز دیگر هم با معذرت که من خدمت شما بگم که 31 میلیون در سال 2018-19 اعلان شد این نفوس رسمی است در حالی که شما ببینید 36.5 میلیون گفته شده یعنی هیچ گاهی ارقام یا هم خونی نداره یا مشکل داره و یا اینکه چیزی را که رفرنس دادن اون رفرنس شما برمیگردیم آقای نیلی با این وضعیت را که آقای معهد تشریح میکنه و اینکه میگه این گزارش اصلا خیلی اساس و درست و دقیق نیسته به کی باید باور کرد؟ یعنی خود شما این موضوعات را که روش بحث کردیم روی کدام بیشتر اعتماد میکنین؟ بانک جهانی یا گفته آقای معهد به نمایندگی از احصایه؟ ببینید شما یک مشکلی اساسی که بین نهادهای ملی و بین المللی وجود داره است که اعلاناتی که از طریق نهادهای بین المللی میشه هیچ وقت نهادهای ملی رو نمیپذیره. ما همیشه رد کرده و شما گزارش سیگار شنیدید و گزارش های دیگه که توسط نهادهای ملی ما شما رد شد. من فکر میکنم که بسیار بهتر خواهد بود نهادهای ملی ما پیشگام شود در از این قضیه خود از اینا مثلا بیایه با یک دلایلی مردم افغانستان قناعت بده برای از ما بسیار خوشحال کننده خواهد بود که رشد اقتصادی ما شما 7.2 بوده باشه یعنی 5% تفاوت داشته باشه با او چیزی که بانک جهانی اعلام خب، کرده. باور شما چی است در مورد اینمی رشد واقعی تولید ناخالص داخلی شما فکر میکنین که 2.7 نیست و 7.2 است باور میکنین و میار قاب؟ من خودم با معذرت از استاد عذر میخوایم من عمل تردید بسیار کلان دارم در از این قضیه به خاطر از این که اولا اگر رشد هم وجود داشته باشه جناب آقای مسعود رشد نقطه ای است این بسیار خطرناک است برای کشور. امیدوار هستیم که یک رشد پایداری وجود داشته باشه که بتونن روی از محاسبه صورت بگیره. شما ببینید اگر در یک سال تفاوت‌ها با 5% و 7% برسه این تفاوت‌ها میتونه بسیار برای کشور شکننده بوده باشه و مردم افغانستان بسیار آسیب میرسانه. ما امیدوار هستیم که نهادهای ملی ما کوشش کنه و تلاش کنه که هم بتونه در جامعه جهانی اعتبار صحیح خود کسب کنه و هم برای مردم افغانستان که ما گزارش از اینا بگیریم تا گزارش از اونا. امیدوار هستیم که در امزی گزارشی که فعلا داده شده این دو تا نهاد همین موضوع رو واقعا برای مردم روشن کنه. تفاوت خیلی کلانه چی بوده میتونه است کار اداره سایه مرکزی مثلا که هماهنگ نبوده و این گزارش را رد میکنه. متوجه نشدم این که سایه مرکزی فعلا این گزارش را رد میکنه و قبول نداره در حالی که منبع از خودشان هست و میگه برای ما کپی نمی گزارش نامده از کار اینا چی رو تعریف میکنه؟ خب من به این باور هستم که یک هماهنگی وجود نداره در از این قضیه. باید پیش از اونی که دیگر را همونطوری عرض کردیم که بیرونی ها بخواهد درباره از ما اظهار نظر کنه خود نهادهای ما باید پیش از پیش گام بوده باشه و آمار از اینا بگیره. آمار از اینا گرفته شوه که آمار دقیق هست، آماری برخواسته از متن کشور جامعه هست. آمار از اینا میتونه گاهی اوقات فهوایی بوده باشه دور بوده. ولی این انتظار از نهادهای ملی خود داره که به این ظرفیت برسانه. سپاس
گزارش شما آقای نیلی، آقای ماهد، حالا با این ارقامی که شما اشاره میکنین یا رقمی که در گزارش آمده 2.7، در آغاز یک مورد به ما بگوین که این رقم با توجه به چند سال که از تولید رشد واقعی به تولید ناخالص داخلی یا مون جی دی پی داده شده، در سال آینده شما تحلیلتان چی است؟ این ارقام به چند خواهد رسید؟ پیش از اینکه ما سوال شما رو جواب بگویم، اساسا تمام ارقام کمپایلشن در اداره ملی احصای و معلومات افغانستان میشه، بعد ارقام اونا میگیرن. این ارقام، و اگر شما راپور دقیق مطالعه بکنین، در سال 2007 اونا پیش بینی کردن، استیمیت است، در سال 2018 و در سال 2017 و 18 اونا پروجکشن کردن، فقط پیش بینی است، از اون ارقام حقیقی نیست، که بر اساس ارقامی که اونا گرفتن تمامش از اداره ملی احصای و معلومات افغانستان ارقام است. از این لحاظ ارقام نمیتونن، در غیر از او اونا از خب کجا ارقام بده سورده؟ احتمالی هم کنه اشاره کردن و قیم واحد 2.4 گفتن سال آینده. با توجه به ای که باید کار درست به مدیریت خوب هم شد، اگر وضعیت خوب نشه میتونه بسا پایین. بله بله، ما با جناب نیلی صاحب ما موافق هستم که اقتصاد افغانستان واقعا پایدار نیست. این ما پیشترم عرض کردم که میشه یک سال بسیار بالا بره، یک سال بسیار پایین بره، امکان داره در حدود 3% باشه، ولی در صورتی که نظر به خوشحالی های امسال که ما مطالعه میکنیم واضح است که نظر به سال قبل 96 پایین است. پس در بخش دیگر پالیسی های بزرگ اقتصادی حکومت افغانستان میتونه پاسخگوی وضعیت باشه با توجه به تهدیدهایی که وجود داره و تهدیدهایی که میتونه در آینده شکل بگیره. دقیقا، اگر فعلا ما پالیسی که به حساب مدیریت آب است، اگر این پالیسی های مدیریت آب اگر ما نداشته باشیم، واضح است که وضعیت به این شکل می باشه. اگر ما بتونیم آب مدیریت بکنیم، زراعت مدیریت بکنیم، سرمایه گذاری را بتونیم که پایدار بسازیم و تمام از این چیزا، باز هم ارتباط میگیره به امنیت. اگر امنیت ما داشته باشیم، سرمایه گذاری تشویق میشن، تولید ناخالص داخلی بالا میره و خود به خود تاثیر میکنه بالای کار، کار بالای فقر تاثیر میکنه. در مورد بیکاری و فقر چی کار باید شد آقای موحد؟ امی برنامه مشخص حکومت داره که در سال آینده فقر کم شود و همچنان بیکاری هم کم شود؟ فقر ارقام بسیار بسیار درشت است. ما فکر نکردم که هر نوع برنامه باشه در کوتاه مدت بتونه که فقر بسیار کاهش بده، ولی میتونیم که بیکاری را در میان مدت از بین بریم، البته در صورتی که پالیسی های دقیق، خصوصا پالیسی تعویض واردات، اگر ولی در این زمینه در چند سال گذشته آقای موحد به صدها نفر بیکار شد و کار خود دست داره. دقیقا، اگر ما ارقام بیکاری ببینیم، در سال 2014 22% بود و حالا به 24% رسیده. یعنی شما خوشبین نیستین که حکومت بتونه بیکاری و فقر از بین ببره؟ در کوتاه مدت واضح است که کار بسیار مشکل است، هیچ کس قادر به نخواهد بود، ولی اگر برنامه ریزی شود در میان مدت، خصوصا برنامه های بسیار دقیق و درست مدیریت شوه، ما یقین داریم که حتما کاهش پیدا میکنه. به خاطر ما فرصت های بسیار زیاد را در اختیار داریم که از این فرصت ها استفاده شوه، میشه که کاهش فقر هم شاید باشیم و همچنان بیکاری. سپاس آقای ماهد. آقای نیلی، به خاطر کاهش فقر و بیکاری فکر نمیکنید که نیاز از بکرشت اقتصادی بسیار سریع که بتونه این موضوع از بین ببره؟ آقای ماهد میگه که در کوتاه مدت خوشبین نیستن، ولی برنامه های میتونه که حداقل در میان مدت نتیجه بده. شما همین اعتماد و این ظرفیت را در حکومت می با یک چیزی بسیار واضح و روشن است در حکومت وحدت ملی که بین گفتار و رفتار و کردار بسیار تفاوت عمیق و ژرف است. اون چیزی که شعار داده میشه متاسفانه و در صحنه عمل ما شما شاهد از نیستیم. بارها برای ایجاد اشتغال در جمهور ما شما شعار داد که قدر نفر در چه قدر زمان ما صاحب اشتغال و صاحب کار میکنیم. اگر اشتباه نکنم تا 2 میلیون نفر اینا برنامه ریزی کرده که ما صاحب کار صاحب اشتغال میکنیم. حالی آدم پرسان کنه که چند فیصد از اجرایش تو عملی شده؟ ببینید مدیریت اقتصادی افغانستان که زیربنای اقتصاد افغانستان، زراعت افغانستان تشکیل میده، کار از یک کار کوتاه مدت نیست که در یک سال بتونه این مشکل رفع کنه. ولی چندین سال از کار این حکومت هم گذشت. این برنامه ریزی بسیار کلان میخواه، ولی در این چند سال شما شاید یک برنامه ریزی بسیار کلان نبوده. شما تغییر در عرصه مثلا زراعت افغانستان و مالداری افغانستان شما نمیبینید. نه تنها تغییر در جهت مثبت نمیبینید، شما تغییر در جهت منفی میبینید با آب و هوایی که برای فعلا متاسفانه در کشور ما شما حاکم شده. لذا من خیلی امیدوار نیستم که بتونه اینا فقر و بیکاری را با آسانی جبران کنه. پس
بر رشد اقتصادی سریعتر و همچنین قابل ملاحظه پیشنهادهای شما چی است؟ نیاز به چی میبینید؟ چی کار باید حکومت بکنه؟ چی کار بکنه که در گذشته نکرده و نتیجه بده؟ حکومت یک چیز بسیار با آسانی از زیر بار خود در بدر میکنه. تا که گپ زدیم ما پالیسی میسازیم، ما ظرفیت آماده میکنه، باید مثلا بازار آزاد است و به مثلا شرکت ها و مؤسسات کارا را انجام میده، ایجاد شغل و اشتغال و گنا بکنه. وظیفه ما اشتغال زایی نیست. ما فکر میکنیم این یک شعار بسیار غلطی است که در کشور ما شما ایجاد شده. از این طرف ظرفیت برای شرکت های خصوصی ناامنی، فساد و مشکلات زیادی که وجود داره ظرفیت ها را از اونها داره میگیره. از این طرف ما هم خود بگیم ما اشتغال زایی وظیفه ما نیست، پس در نتیجه مردم افغانستان در میدان مانده. بیا اینا سیاست خود تغییر بده. شما از این وضعیت چی است؟ اگر تغییری به وجود نبیاد و مشکلات هم که وجود داره پیامدش چی میتونه باشه؟ خب شما میبینید که در ظرف 3 سال از 4% به 4% آمار بیکاری بالا رفته و یقینا این سال تا سال بالاتر میشه، به خاطر اینکه تورم میشه. هر سال چند صد هزار نفر به بازار بیکاری افزوده میشه و هر به هر پیمانی که با بازار کار بیکار افزوده شد، مشکلات فراوانی برای کشور به وجود میاد. نیلی حقای معاهد، به عنوان سوال آخرین بحث شما، با توجه به اینکه مشکلات را که وجود داره در بخش‌های گوناگون، همچنان توازن در رشد اقتصادی و رشد جمعیت هم یک چالش دیگه است که در این زمینه هم باید توجه شود، همینا رو در نظر گرفته کدام برنامه میتونه که پاسخگو باشه؟ و از دید ما یک برنامه وسیع که همه بخش‌ها را در مجموع در تحت پوشش قرار بده. مثلا نمونه‌ای که شما گفتیم، یک رشد بسیار بلندی که 2.14% است که در اینجا هم اشتباه گفتن، 2.7% گفتن در گزارش، باز هم بلند است. 2.14% هم یک رشد بسیار بلند است، باید مدیریت شود. پالیسی نفوذ باید ایجاد شود و پالیسی تنها طرح کردنش کار را حل نمیکنه تا تطبیق نشود. تطبیق هم نظارت شود از تطبیقش و قدم به قدم نتایج بده بیاد. یک مسئله است. مسئله دیگه نیلی در مورد عملی شدن این پالیسی و برنامه بسیار خوشبین نیست و باورم نداره. شما چی میگین؟ اطمینان دارین که این کار حکومت خواهد کرد؟ کار ساده نیست، ولی ناممکن هم نیست. اگر نظارت شود، اگر واقعا قدم به قدم تطبیق شود، یعنی تمام کشورها اطلاعات را داشتن کشیدن. اگر نظارت نشه و قدم به قدم به گفته شما دنبال نشه، آقای واحد فکر نمی‌کنین از همون آمار احتمالی 2.4 هم رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ما در سال آینده پایین بیاید؟ واضح است. اگر کار نشه واضح است که پایین بیاید. سپاسگزارم. آقای حسیب بفهم. حکومت ما در کارهای خردوریز بسیار مصرف و کارهای کلان به فراموشی سپرده، ما نگران هستیم از وضعیت. سپاس آقای نیلی و آقای واحد از حضور شما در این بحث. و بینید عزیز، از شما سپاسگزار هستم. در پایان خبر کوتاه را ببینید. وقت بخیر، خدا نگهدار. جوان به نام جیمز که صاحب یک کتابخانه است، عاشق کتاب خواندن و ساختن طرح‌ها با کتاب است و همین منظور وی همواره در تلاش جلب توجه بیشتر مردم بر کتاب و کتابخوانی میباشد که حتی گفته میشود روزانه تا 1100 کتاب در کتابخانه‌اش اضافه میشود و همین منظور وی در تازه‌ترین ابتکار که داشته است، خواسته تا خلاقیت‌های هنری‌اش را با استفاده شبکه اینستاگرام با مردم و کاربران شبکه‌های دیگر اجتماعی در میان بگذارد. او هر بار کتاب‌ها را طور چینش می‌کند و در کنار هم قرار می‌دهد که یک صحنه و سوژه بدی و لبا برای عکاسی ایجاد میکند، گونه ای که نشان میدهد وی در حال اشکورزی با کتاب هاست. او همچنان از مصروفیت بیش از حد تعداد در شبکه های اجتماعی که با درج عکس ها و ویدیوهای تکراری فرصت ها و زمان را از دست میدهند انتقاد و از آنان میخواهد که کتاب بخوانند و وقت خود را ضایع نکنند. امروزا که حتی در پرتو گسترش روزمره فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و آن هم توسعه فرهنگی هر کشور، در گرو اهمیت دادن به کتاب و افزایش نرخ سرانه کتابخوانی است که حتی به عنوان نمونه کشورهای چون ژاپن، انگلستان و ایالات متحده آمریکا به ترتیب بیش از یک ساعت از شبانه روز خود را به مطالعه اختصاص می‌دهند. بین آمارها نشان می‌دهد که کتابخوانی یک ویژگی ممتاز فرهنگی و رفتاری مردمان این کشورهاست.